صحبت میکنم. میگوید که این زن وقتی که شوهر از خانه بیرون شد، گفت از خانه بیرون نشد تا زمانی که من از تجارت برنمیگردم. تجارت رنگی دبی و خیتای در یک هفته نبود، بلکه پای پیاده 6 ماه و 1 سال میرفتند. گفت از خانه بیرون نمیشوی تا زمانی که من نآیم. زنای فرمانبردار خدا ترس که بود، گفت میلش به جان قبول. گفت از بین رفت شوهر به تجارت. یک ماه نگذشته که برادرش آمد گفت پدرم در حالت سکرات مرگ است. بسیار خوب میشه اگر رفته دعای پدر گیری. این دختر گفت برادر عزیز گفت پیغمبر خدا زنده هستند، حیات هستند، شوهرم نیست. رفته کنی از همین معلم بپرس، از همین حبیب خدا بپرس اجازت میدهد که من برای زیارت پدرم روم. وقتی حبیب خدا را آمده پرسید، حبیب خدا چی گفت؟ طاعت حال زوجی ها خیر من عیادت حال ابی ها. همین اطاعت شوهر کردنش بهتر است از اینکه پدرش خبر گیرد. دختر قبول کرد. ببین امروز پدر کسل باشد، شوهر درک ندارد، علاکه دختر در خانه آتشه. دویم آمد از بین یک هفته گذشت، اکش گریان در آمد. خواهر عزیز گفت پدرم گذشت، در جنازش اشتراک میکنی یا نمیکنی؟ و حبیب خدا را پرس اجازت میدهد یا نمیدهد. وقتی نزد حبیب خدا را برادر، حبیب خدا چی گفت؟ طاعت و حال زوجی ها خیر من تشییع ها جنازته. بین گفت در همو خانه نشستن و اطاعت شوهر بهتر است که از جنازه پدرش اشتراک کردن. زن قبول کردن. محلش گفتن از همین بین یک سال گذشت که شوهر آمد. شوهر آمد در حال دختر حادثه را گفتن. شوهر گفتن برای چی نرفتی؟ گفت حبیب خدا اجازت نداد. وقتی جوان دوان به پیش پیغمبر خدا رفت، حبیب خدا چی گفتن؟ ان الله قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها. ای جوان عزیز گفت خوش به حالت که آدم خدادار بوده، بسیار زن مسلمان داشته، بسیار زن خوب داشته، لیکن رو به همون دختر خبر بده که پدرش آدم گناهکار بوده است. پدرش آدمی گویم که خیلی سهو و غلط های زیاد داشت، لیکن خداوند به خاطر احترام ان همین زن از برای شوهرش از گناه پدرش خداوند گذشت. ببین از گناه پدر پروردگار گذشت. به خاطر چی؟ به خاطر که این زن شوهرش احترام میکنه. البته انشاءالله آن پدر و مادر گورش پر نور است زمانی که داماد از او راضی باشد، زمانی که شوهر دخترش از دخترش راضی باشد. شما وقتی همون خانه دخترتون میرین، وقتی مثال شوهر همون خسر و خوشتامن همون در پیش شما گوید که خدا شما را برکت دهد که بسیار دختری خوب برای ما دادی، چند قدر خرسند میشوید؟ چقدر دیگر ببین باور که شما قبط قبط گوش میگیرید. لیکن وقتی گوید که یک دختری تنبلی، یک دختری لادری، یک دختری چیرکینی، یک دختری گبگردانی، مثال فلان فلان گفتن گیره، چند قدر وقتی تو ناراحت میشه برای تو پدر و مادری، تو غمگین میشه که دختری من این گناه. لیکن تو باید وقت داشت غمگین میشدی، تو در وقت داشت باید که این دختره نمیگذاشت که لادر باشد و تنبل باشد و چیرکین باشد. باید همه این طرف ها را تو اهمیت میدادی، بعد به این جوان میدادی، امروز تو رحمت نامه میگرفت. از مکتب رحمت نامه مون میدادن که 5 گرفته، باور که یک سال ای خرسندی را دیگر حد کنار نداشتیم. وقتی خسرو خشتامم گفت رحمت بر تو، چند قدر خرسند میشوی. برای همین رحمت نامه را گرفتن، پدرای عزیز و برادرای مهربان کوشش کنید، کوشش کنید، ان شاء الله همون رحمت نامه را شما میشنوید. و این خواهر عزیز من چی گفت؟ عزیزم میگویم که مقصد یک باری که طلاق دادن بازگشته و 3 طلاق گفتن، این روایت داره. فقط روایت در دست من نیست، میتوانین که رفته در مفتیات مراجعت کنین، انشاءالله برای شما روایت میابند. لیکن گفته همون تاجیکای ما و شما پشتانه به سر گیریم. در زندگی بسیار خطری گویم، خیلی چیزی نازک است، بسیار اهمیت دهید. انشاءالله همین احترام شوهر را کنین، شوهر خواهی نخواهی احترام شما را میکنن. دوست بدارم که در همه عائله
احترام شوهر و احترام زن وجود داشته باشد. انشاءالله از بین اینها بچه می شود، فرزندای خوب به دنیا می آید. و ایلا اگر در بین شما این گونه جنگ و جنجال و طلاق کردن و نافهمی ها باشد، یقین است که از وجود شما فرزندای خوب به دنیا نمی آید. خواهر عزیز، انشاءالله از این